امروز در بغداد ده ها هزار نفر از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه ضمن تظاهرات در مرکز شهر خواستار مبارزه با فساد اداری در کشور شدند. تظاهراتی که دولت عراق آن را غیرقانونی توصیف کرده است. از سوی دیگر ژنرال جوزف ووتل فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با هدف گسترش عملیات علیه گروه داعش به عراق سفر کرده است. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، هواداران مقتدی صدر مدت هاست که تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن به فساد اداری و دولتی. آیا هیچ نتیجه ای داشته؟ چون ما کماکان میبینیم که این تظاهرات ادامه داره. با اینکه حیدر عبادی گفته که اصلاحاتی رو در سطح دولت انجام داده، ولی خود تظاهر کنندگان معتقد هستند که هنوز به خواسته اونها پاسخ داده نشده. به همین دلیل تظاهرات ادامه میدن. امروز از ساعت اولی، از هفت و نیم صبح امروز، ده ها هزار تن برغم تدابیر امنیتی شدید و اینکه برخی از راه‌های منتهی به میدان تحریر در مرکز پایتخت بسته شده بود، به طرف اونجا حرکت کردند، تظاهرات کردند علیه دولت. به گفته خودشون علیه دولت مردان فاسد عراق شعار سر دادند. بعد از ساعتی خود مقتدی صدر روحانی شیعه در بین تظاهرکنندگان حاضر شد، شعارهای سر داد و تاکید کرد تا زمانی که به گفته خودش اصلاحات واقعی در سطح کشور عملی نشه و همه به گفته آقای صدر مفسدین اقتصادی ادامه درشت محاکمه و دادگاهی نشن، این تظاهرات کماکان ادامه خواهد داشت. بنابراین تظاهرکنندگان معتقد هستند که به خواسته اونها پاسخ داده نشده و این تظاهرات باید تا زمانی که خواستاشون عملی میشه ادامه پیدا کنه. و از سفر ژنرال آمریکایی جوزف ووتل بگو که به عراق رفته. نگار، ژنرال جوزف ووتل در رأس یک هیئت نظامی دیروز بعد از ظهر در بغداد با حیدر عبادی و خالد عبیدی، یعنی نخست وزیر و وزیر دفاع، دیدار کرد. پشت درهای بسته نخست وزیر عراق، دفتر نخست وزیری عراق جزئیاتی رو در این مورد منتشر نکرده، فقط گفته که محور اصلی این گفتگوها مسئله جنگ علیه داعش و پیشرفت نیروهای عراقی با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا در این جنگ بوده. بعد از اون ژنرال ووتل اینجا به اربیل اومد، با مسعود بارزانی و تعدادی از مقام های اقلیم کردستان عراقی دیدار و گفتگو کرد. طبق گفته مقامات اقلیم قرار هست که آمریکا 415 میلیون دلار دیگه به نیروهای پیشمرگ کمک بکنه، هزینه های اونها رو بر عهده بگیره و همچنین قرار هست که به آموزش نیروهای پیشمرگ ادامه بده. در مقابل نیروهای پیشمرگ هم 40 تا 50 هزار تن از اونها در جنگ آزادسازی موصل شرکت بکنن که تا پیش از این گفته میشد که احتمالاً نیروهای کرد شرکت نکنند، ولی حالا مشخص شده که با فرماندهی آمریکا نیروهای کرد هم در بازپسگیری موصل شرکت خواهند کرد.